سرخط خبرها، زور طالبان با گلبولین حکمتیار نرسید. طالبان سخنگوی حزب التحریر را بازداشت کردند. مدیر مبارزه با مواد مخدر طالبان در ولسوالی دشقلی تخار به اتهام فروش شراب بازداشت شد. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. طالبان سخنگوی حزب التحریر را بازداشت کردند. چند هفته پس از هشدارهای طالبان مبنی بر ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی، شاخه افغانستان حزب التحریر تایید کرده که سخنگوی این حزب دو ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شده است. این حزب امروز پنجشنبه 3 عمل در اعلامیه‌ای گفته است که سخنگوی حزب التحریر افغانستان و شمار از اعضای آن از دو ماه به این سو توسط نیروهای طالبان بازداشت شدند. این حزب افزوده که تنها جرم آنان دعوت و فعالیت برای اقامه دولت خلافت بر نبوت می باشد. توقیف اعضای حزب التحریر بعد از برگزاری گردهمایی تحت نام خلافت میراث سیاسی نبوت در کابل به مناسبت 103 سال روز سقوط خلافت صورت گرفت. منابع و خبرگزاری افق گفتند که علاوه بر بازداشت این افراد، چند دفتر حزب التحریر در ولایات از سوی وزارت عدلی طالبان بسته شده است و اعضای این حزب نمی توانند به صورت آزادانه فعالیت کنند. مدیر مبارزه با مواد مخدر طالبان در ولسوالی دشقلی تخار به اتهام فروش شراب بازداشت شد. منابع محلی میگویند که مولوی شکرالله قریشی، مدیر مبارزه با مواد مخدر طالبان در ولسوالی دشقلی ولایت تخار، به اتهام فروش و قاچاق شراب از سوی نیروهای استخباراتی این گروه بازداشت شده است. منابع محلی به روزنامه 8 صبح تایید کردند که مولوی شکرالله چهارشنبه شب 29 حمل عین قاچاق 3 بوتل شراب نو ودکای تاجیکی در منطقه پل کوکچی ولسوالی دشقلی تخار بازداشت و به شهر طالقان انتقال داده شد. به گفته منابع، نیروهای استخبارات طالبان در حال بوتل‌های شراب را از موترهای مولوی شکرالله پیدا کردند که او می‌خواست با 3 تن از دوستانش برای سیاحت به ولسوالی فرخار برود. طالبان تا اکنون در این زمینه چیزی نگفتند. ادامه سخنان تند پسر گلبدین حکمتیار به رهبری طالبان، احتمال می‌رود زور طالبان به گلبدین نرسیده است. پسر حکمتیار حاکمیت کنونی طالبان را استبدادی، شکنجهگر و وحشتناک نام داد. حبیب رحمان حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، حاکمیت کنونی طالبان در افغانستان را استبدادی، شکنجهگر و وحشتناک نام داده است. او رژیم طالبان را رژیم تمامیت‌خواه نامیده و گفته که رژیم‌های تمامیت‌خواه با اهرام آنچه که خود وضع می‌کنند در کلیه عرصه های زندگی مردم و حریم خصوصی افراد دخالت کرده و آن را تحت سلطه خود قرار می دهند. پسر حکمتیار افزوده که از ویژگی های عمدی این چنین رژیم ها بخشیدن به رهبر و ارزش های حکومت، ترویج دیدگاه یعنی حفظ قدرت به هر قیمت، حذف اندیشه های متفاوت و ایدئولوژی های مخالف خود، ترویج فرهنگ حذف و خودپرستانانه، ایجاد فضای عرب و وحشت، زندان، شکنجه، سانسور شدید خبری، ایجاد بخشی از افراد به طبقه جامعه از طریق امکانات مادی، انحصار رسانه های عمومی و مجازی و استفاده حد اکثری از آن برای بی‌حیثیت کردن مخالفان است. حکمتیار در حصر، این آخرین فصل زندگی او است. گزارش از خبرگزاری افق. اکنون رهبر حزب اسلامی در شرایط بسیار وحشتناک قرار دارد. او حتی قادر نیست که در خانه ایتایی طالبان از فرماندهان، اعضا و هواداران حزب پذیرایی کند و یا از تلویزیون خصوصی خود به اظهار نظر درباره مسائل روز، آینده افغانستان یا حتی فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی بپردازد. گفته می شود که حتی عنصر قدرتمند و پرنفوذ مانند سراج‌الدین نقانی، وزیر داخلی طالبان، به عنوان یک غلزایی تبار که روابط نزدیک قومی، قبیله‌ای، ایدئولوژیک و استخباراتی با حکمتیار و حزب اسلامی دارد نیست، نتوانسته در این شرایط به او کمک کند و مانع از اعمال محدودیت‌های اهانت‌آمیز و رقابت‌بار بر او شود. طی روزهای اخیر
گزارش‌های زیاد درباره حصر خانگی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از سوی طالبان، محاصره خانه او از سوی ملیشه‌های طالبان و محدود شدن ملاقات‌های گروهی وی با فرماندهان، اعضا و هواداران حزب اسلامی منتشر شده است. گرچه آقای حکمتیار و نزدیکان او از اظهار نظر سریع و شفاف در این زمینه خودداری می‌کنند، اما تعدیلی شبکه تلویزیونی بریا به عنوان رسانه رسمی حزب اسلامی در کنار شبکه تلویزیونی نور متعلق به حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی با دستور دولت طالبان نشان می‌دهد که اراده قوی و فعال برای محدود کردن فعالیت این فرمانده پیشین جهادی وجود دارد. از جانب دیگر، پس از اخراج گلبدین حکمتیار از ملکیت متعلق به وزارت دفاع طالبان که در دوره اشرف غنی به او در قبال امضای پیمان صلح با حکومت جمهوری واگذار شده بود، هیچ نشانه ای از فروکش کردن تنش و تخاصم میان رهبر حزب اسلامی و طالبان دیده نشده است. در شبکه های اجتماعی به سر و نواسه های آقای حکمتیار به طور پیوسته بر موازه طالبان تاخته، مشروعیت آنان را بر اساس شرح و قانون و اراده مردم افغانستان زیر سوال برده و تصریح کردند که طالبان حتی از پشتون ها هم نمایندگی نمی کنند، بلکه طالب از طالب نمایندگی می کند، نه از هیچ قومه. پس از انتشار گزارش ها درباره حصر خانگی گلبدین حکمتیار هم، حبیب رحمان حکمتیار پسر او که در روزهای اخیر تنها تریبین رسمی وابسته به حزب اسلامی و شخص حکمتیار بوده، در پست معنادار در شبکه اجتماعی اکس نوشت: تنها چیزی که از ما نخواهید دید سکوت است. این تحولات نشان می‌دهد که اعلان جنگ حکمتیار علیه طالبان که گفته می شود منجر به اخراج توهین آمیز او از خانه دولتیش در دارالامان شد همچنان پابرجاست و او مصمم به ادامه تقابل با طالبان است. حکمتیار اما از محدود رهبران جهادی سابق است که در گذشته کمترین تنش را با طالبان داشته است. این امر انگیزه های قومی قوی و ایدئولوژیک داشته و او در اواخر نظام جمهوری به طور علنی برای بازگشت طالبان به قدرت زمینه سازی، ذهنیت سازی و تبلیغ میکرد و مشروعیت نظام پیشین را به چالش میکشید. او شاید انتظار داشت که بازگشت طالبان به قدرت که از دید او به مثابه یک کنشگر اقتدارگرای پشتون به معنای بازگشت پشتونها به قدرت و پایان دوره ایات نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت نسبتاً عادلانه هم اقوام کشور بود، آرمان تاریخی وی برای قرار گرفتن در رأس رهبری نظام را برآورده خواهد کرد و او پس از عمر مبارزه و تلاش و کشتار و خونریزی و سازش ناپذیری با جریان‌های جهادی، سیاسی و قومی دیگر بر سر تقسیم قدرت در نهایت در فصل آخر زندگی خیش به این مهم دست خواهد یافت. همین موضوع بود که گلبدین حکمتیار را ناامید و نگران کرد و این ناامیدی و نگرانی در نهایت جای خود را به خشم و نفرت داد و با ادای مالکیت طالبان بر خانه مسکونی حکمتیار رسماً به جنگ و مواجهه مستقیم با آنها کشیده شد. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.